سلام. در سفری که برای دیدن عشایر به منطقه هنزا رفته بودم، فرصتی پیش اومد تا گردشگری کشاورزی رو هم تجربه کنم. در این ویدیو قصد دارم تجربه‌ام رو با شما به اشتراک بذارم. خب همونجور که از اسمش معلومه یه ترکیبی از گردشگری و کشاورزی رو داریم با این شعار که خودت محصولت رو برداشت کن. اما کشاورزی فقط زمین و باغ نیست. علاوه بر اون پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، دامداری و حتی شیلات رو هم در بر میگیره. در گردشگری روستایی ما به مناطق روستایی میریم و سبک زندگی روستایی مثل غذایی که میخورن و یا محل اسکانشون رو تجربه میکنیم. اما در گردشگری کشاورزی که خودش زیرمجموعه گردشگری روستایی هست، تفریح یه بخش جانبیه و در حقیقت مشارکت در مزرعه اساس اون رو تشکیل میده. فعالیت‌هایی که در مزرعه ما انجام میدیم، اول اینکه استراحت و اقامت ما توی مزرعه است و در فعالیت کاشت و برداشت محصولات و میوه‌چینی حتی هرس کردن درخت ها مشارکت میکنیم. در رویدادهای کشاورزی که برگزار میشه میتونیم شرکت کنیم، خرید خودمون رو اونجا انجام بدیم و برای من واقعا بی‌نظیر بود، چون بعد از مدت‌های خیلی زیاد تونستم طعم واقعی میوه‌ها رو احساس کنم بدون اینکه برن به سردخونه و با گاز اتر آماده بشن و راهی بازار بشن. میتونم تست کنم؟ همه‌شو بریم بکنیم. تاینو بخورم؟ تست می‌کنی؟ چیه؟ یلا. یلا. یلا طبیعی خدا. نه انا میبسه همه جالبی داشت وسطشو یا پلاستیک میشه بر بعد بندازم کجا من تو صد باش خالی نگاه عالی. در سالهای اخیر به دلیل محدودیتی که در منابع آب و خاک هست، خیلی از اهالی روستا دارن به شهر مهاجرت میکنن و از زمینهای کشاورزی هم به زمینهای مسکونی تغییر کاربری میده. گردشگری کشاورزی یه منبع درآمد جانبی برای کشاورزها ایجاد میکنه و اصلا میتونیم اون رو حلقه نجات جوامع بشری بدونیم. اکثر ما وقتی از روزمرگی و یا دغدغه‌هایی که در طی هفته داریم خسته میشیم، میتونیم آخر هفته با صرف زمان خیلی کم به یه روستای خیلی بکر برسیم که یه ویژگی‌هایی منحصر به خودش داره و با صرف یه هزینه کم یه تجربه نابی رو داشته باشیم و زندگی سالمی رو برای مدتی هرچند کوتاه تجربه کنیم. برخی از کشاورزا هم یه بخشی از مزرعه خودشون رو اجاره میدن که در اونجا میشه سیفیجات یا سبزیجاتی که دوست داریم رو بکاریم و از محصولش برداشت کنیم. خوشحال میشم تجربه های شما رو از آخرین روستایی که رفتید بخونم و در صورت تمایل دکمه سابسکرایب رو فشار بدید.